در طول تاریخ هیچ وقت انقدی که امروز روی زمین آدم هست آدم نبوده. جمعیت ما رشد چشمگیری از 1 میلیارد در 1800 و 2.3 میلیارد در 1940 و 3.7 میلیارد در 1970 و 7.4 میلیارد در 2016 داشته. جمعیت جهان توی قرن آخر 4 برابر شده. چه انتظاری باید از یه قرن دیگه داشته باشیم؟ و این رشد جمعیت برای آینده ما چه معنی داره؟ آیا مهاجرت‌های گسترده شکل می‌گیره؟ زاغه‌های پرجمعیت و ابر شهرها همه قاره‌ها رو پر می‌کنه؟ بیماری و آلودگی، آشوب و خشونت بر سر انرژی و غذا و گونه انسان که فقط فکر زنده نگه داشتن خودشه؟ آیا رشد جمعیت شکل زندگی ما رو نابود می‌کنه؟ یا این پیشگویی همش فقط استراب الکیه؟ در دهه 1960 رشد جمعیت به نرخ بی‌نظیری رسید که باعث پیشگویی‌های آخرالزمانی شد. فقرا به طور غیرقابل کنترلی زاد و ولد می‌کردند و جهان را می‌پوشوندند و اینطوری افسانه ازدیاد جمعیت ساخته شد. اما معلوم شد که نرخ زاد و ولد بالا و انفجار جمعیت از ویژگی‌های معمول فرهنگ‌ها و کشورها نیستند، بلکه جزئی از یک فرایند 4 مرحله‌ای هستند که همه جهان اون را می‌گذرونند. گذار جمعیتی. بیشتر کشورهای پیشرفته این گذارها رو گذروندن، اما بعضی کشورها هنوز در حال گذروندنش هستن. بیایید بریم به قرن 18 میلادی، وقتی که تمام دنیا حتی اروپا اولین قدمهای گذار جمعیتی رو بر می داشتن. با استانداردهای امروز وضعیت اروپا خیلی وضعیت بدی بود و مردم از بهداشت بد و رژیم غذایی بد و داروها و درمانهای ناکارآمد رنج می بردن. افراد زیادی به دنیا می اومدن ولی بیشتر اونا به همون سرعت می مردن. پس جمعیت به ندرت رشد می کرد. زنها بین 4 تا 6 بچه داشتن، اما فقط 2 تا از اونا بزرگ و بالغ می شدن. بعد از اون انقلاب صنعتی در بریتانیا رخ داد و این بزرگترین تغییر در طریقه زندگی انسان بعد از انقلاب کشاورزی بود. مردم از رده دهقان به رده کارگران تبدیل شدن. کالاهای ساخته شده به تولید انبوه رسیدن و در دسترس همه قرار گرفتن. دانش پیشرفت کرد و باعث پیشرفت حمل و نقل و ارتباطات و پزشکی شد. نقش زنان در جامعه تغییر کرد و شرایط برای آزادی اونا فراهم شد. این پیشرفت اقتصادی آروم آروم یه طبقه متوسط به وجود آورد و باعث رشد استانداردهای زندگی و بهداشتی جمعیت فقیر و کارگرم شد. دومین مرحله گذار شروع شد. عرضه بهتر خوراک و بهداشت و درمان باعث شد که مرگ و میر زیاد مردم مخصوصاً سنین پایین توقف پیدا کنه و نتیجه اون انفجار جمعیت بود. قدیم دلیل اینکه خانواده ها بچه های زیادی داشتن به خاطر این بود که تعداد کمی از اونا زنده میموندن، اما الان دیگه داستان فرق کرده بود. برای همین به سومین مرحله گذار جمعیتی رسیدیم. تعداد بارداری‌ها کمتر شد و رشد جمعیت متعادل‌تر. بالاخره یه تعادل برقرار شد. تعداد کمتری مرگ و میر داشتیم و تعداد کمتری زایمان. نرخ مرگ و میر و زاد و ولد به تعادل رسید. بریتانیا به گام 4 گذار جمعیتی هم رسید. این 4 مرحله فقط توی بریتانیا اتفاق نیفتاد. کشورهای بیشتر و بیشتر این مراحل رو پشت سر گذاشتن. 1. زاد و ولد زیاد و مرگ و میر به علت شرایط بد زندگی. 2. شرایط برای زندگی بهتر که باعث مرگ و میر کمتر و انفجار جمعیت شد. 3. مرگ و میر کمتر که باعث زاد و ولد کمتر و توقف رشد جمعیت شد. پس اگه نرخ زاد و ولد اینقدر کم شده، چرا جمعیت هنوز با این سرعت در حال افزایشه؟ خب بچه‌هایی که توی دهه‌های 70 و 80 میلادی به دنیا اومدن، خودشون الان بچه دار شدن. این منجر به یه جهش بزرگ تو جمعیت دنیا شده. اما این بچه‌ها بچه‌های کمتری از میانگین پدر مادرهای خودشون دارن. امروز میانگین 2.5 بچه هست، اما 40 سال پیش 5 بچه بود. پس هرچقدر جمعیت پیرتر بشه، نرخ زاد و ولد هم کمتر میشه و نرخ رشد جمعیت هم همینطور. این اتفاق برای تمام کشورها صادقه. در غرب مردم دوست دارن از پیشرفت بقیه کشورها چشم پوشی کنن، اما بیشتر کشورهای دنیا به مرحله 4 هم رسیدن. مثلا بنگلادش رو ببینید،
در سال 1971 هر زن به طور میانگین 7 بچه داشته، اما 25% اونا تا قبل از 5 سالگی مردن. در سال 2015 مرگ و میر به 3.8% رسید و هر زن به طور میانگین 2.2 فرزند داشت. این یه قانونه، نه یه استثناء. پس غربیا خاص نیستن، فقط زودتر شروع کردن. برای کشورهای پیشرفته 80 سال زمان برد تا نرخ زاد و ولد رو از بیشتر از 6 بچه به کمتر از 3 بچه برسونن. بقیه هم به سرعت در حال رسیدن هستن. مالزی و آفریقای جنوبی این کار رو در 34 سال انجام دادن. بنگلادش در 20 سال و ایران توی 10 سال. همه کشورهایی که دارن رشد میکنن نیاز نیست از صفر شروع کنن. هر چقدر بیشتر پشتیبانی بشن زودتر میرسن. به خاطر همین برنامه‌هایی که به کاهش مرگ و میر بچه‌ها یا توسعه کشورهای فقیر کمک می‌کنن خیلی مهمن. مهم نیست انگیزه شما چیه، چه آرزوی دنیایی رو داشته باشید که همه مردم آزاد و قدرتمندن و چه پناهنده‌های کمتری بیان به کشورهای دیگه، واقعیت اینه که برای شخص شما مهمه که مردم همه جای دنیا حتی اون طرف زمین بتونن زندگی خوبی داشته باشن و ما داریم بهش می‌رسیم. آینده رشد جمعیت جهان پیشگویی آخر و زمانی نیست، یه اتفاق حتمیه. اما رشد جمعیت به پایان میرسه. سازمان ملل متحد پیش بینی کرده که جمعیت جهان هیچ وقت به 12 میلیارد انسان نمیتونه برسه و هر چقدر جهان پیشرفته تر بشه شمار مردم باسواد دانشگاهی 10 برابر میشه. کشورهایی که توی فقر کامل بودن الان به پیشرفت دنیا کمک میکنن. رشد جمعیت انسان به معنی رشد و پیشرفت نجات بشره. شما چی فکر میکنین؟ نظرتون رو تو قسمت کامنت با همون در میون بذارین و یادتون نره که این ویدیو رو هم لایک کنین. با مغز باز همراه باشین.